بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوستان و دانش آموزان عزیز، با ادامه بخش دنباله ها در خدمت شما هستیم. اگه خاطرتون باشه این سوال رو به عنوان تمرین حد مجموع دنباله هندسی در ویدیو قبل حل کردیم و قرار شد یاد بگیریم که چطور میشه با اکسل هم این جواب رو به دست آورد. من سوال یک بار دیگه میخونم، توضیح میدم که یه یادآوری بشه. توپی را از ارتفاع 20 متر رها می کنیم و زمانی که با زمین برخورد می کند به اندازه 1/2 ارتفاع قبلی خود بالا می آید. این توپ تا لحظه توقف چه مسافتی را طی کرده؟ خب گفتیم که اول 20 متر اومده بالا، یعنی مسافت 20 را طی کرده، و بعد که به زمین می خوره 10 متر میاد بالا و دوباره 10 متر میاد پایین، یعنی مسافتش میشه 10 به علاوه 10 که میشه 20، و مسافت بعدی 5 که یه 5 میره بالا 5 میره پایین که میشه 10 تا، و بعد اومدیم حد مجموعش حساب کردیم که شد 40، و به علاوه اون 20 متری که اومده بود پایین کردیم که شد 60. حالا میخوایم این عدد رو با استفاده از نرم افزار اکسل هم بتونیم به دست بیاریم. از دوست عزیزم جناب آقای کشاورزیان دعوت میکنم که این آموزش رو به شما بده که بتونه برای شما مفید باشه و ازش تو سالهای مختلف استفاده کنید. سلام دوستان. مرسی آقای اسکندریان که منو دعوت کردیم. من کشاورزی هستم، آرمان کشاورزی. و خب همونطور که میدونین نرم افزار اکسل نرم افزاری هستش که واسه انجام کارهای تجزیه تحلیل داده ازش استفاده، و خب رنج گسترده ای از کاربردها رو داره. یکی از کاربردهای اون ریاضیات هستش. ریاضیات خودش در واقع تجزیه تحلیل داده ها یک بخش کوچکی از ریاضیات هستش، و به خاطر همین ما از نرم افزار اکسل به راحتی میتونیم استفاده کنیم و فرمولای ریاضیمون رو حل کنیم و به نتایج ریاضیمون برسیم. خب همونطور که توی اینجا اکسلمون مشاهده میکنیم، ما از قبل یه فایلی رو آماده کرده بودیم که توی اینجا به ازای حد مجموع های مختلف که از 1/10 شروع میشه و تا 1/1 پیش میره، جملات مختلف اون رو حساب کردیم. میخواستیم اینجا هدف اون این بود که بهتون نشون بدیم وقتی که یک جمله یک دنباله قدر نسبتش کوچکتر از 1 هستش، در یک جایی به حد مجموع خودش میرسه و همگرا میشه در واقع، و اون عدد جملات با اون فرمولی که شما قبلا داشتین برابر میشه. خب فقط این برابری تو یک جمله، یعنی همینطور که اضافه میشه در واقع به وجود میرسه که هر چقدر قدر نسبت کوچیکتر باشه زودتر به اون حد مجموع میرسیم. به طور مثال الان واسه جمله اول 20 که بر اساس مثال ما جمله اولتون 20 بوده، همون 20 متر بوده، اگر قدر نسبت 1/2 نبوده و 1/10 بوده، در اون صورت ما اگر جملات رو دونه دونه حساب می کردیم توی جمله 17 دقیقا به قدر نسبت خودمون که 22.22 هستش می رسیدیم. حالا چرا اینجا رو زرد کردیم؟ بخاطر اینکه تقریبا دیگه اینجا در جمله 7 به بعد به اون عدد رسیدیم و اینجا اکسل دیگه دقیقش رو حساب کرده. اگر همین روند رو پیش بریم میبینیم که همینطور رسیدن به جمله نهایی گسترش پیدا میکنه، بزرگتر میشه. یعنی اگر 1/10 باشه 17، تو جمله 17 میرسیم. 2/10 باشه 24، و وقتی که نزدیک 1 میرسیم تا 356 جمله رو باید پیش بریم. و وقتی که 1 میرسیم NA به ما میده، یعنی وجود ندارد، و نشون میده که دیگه این فرمول قدر نسبت همگرا نیستش و یک عدد رو به ما بر نمیگردونه و بی نهایت بر میگردونه و نخواهیم رسید، و این قضیه واسه بزرگتر از 1 درست هست. حالا توی مثال ما که داشتیم حل میکردیم قدر نسبتمون میدونیم برابر 1/2 یا همون نیم بوده، جمله اولمون هم 20 بوده. اگر جملات رو دونه دونه حساب میکردیم بعد از 54 محاسبه به اون عدد مطلوب میرسیدیم که عدد مطلوب 40 هستش. ولی خب با اساس اون فرمول که یک شما نوشتیم و به راحتی به عدد 40 رسیدیم. حالا ما میخواییم به شما یاد بدیم که چطور یک فرموله که در واقع اینجا فرموله حد مجموع هستش،
حد مجموع رو توی اکسل بزنیم و به اون عدد دلخواهمون برسیم. یک فرمول ساده، فرض کنین یه اکسل جدید باز کردیم. ما میدونیم که جمله اول توی هر اکسل، البته من باید یه توضیح بدم، هر کدوم از این سلول ها میتونن یک عدد، یک متن یا هر چیزی رو بگیرن و فقط یک چیز رو میتونن بگیرن، یا عدد یا متن، و خارج از اینا نیستش. یعنی دو تا یک و دو رو نمیتونن به این بدن، یا یک یا دو یا دوازده. خب حالا من اینجا میتونم بنویسم که جمله عدد اولم، جمله اول من 20ه که توی متغیر روبروش بنویسم که بدونم که این 20ی که گذاشتم جمله اول بوده. خب یه قدر نسبت هم دارم که می‌نویسم قدر نسبت برابر با 1/2 یا همون نیم هستش، درسته؟ و نیم رو می‌ذارم اینجا. خب حالا کاری که باید بکنم اون فرمول رو بنویسم. توی اکسل وقتی که می‌خوایم فرمول رو بنویسیم با یک مساوی شروع می‌کنیم. چرا با یک مساوی شروع می‌کنیم؟ همونطور که میدونین وقتی که اینجا نوشیم Sn بی نهایت مساویه با حالا هر چیزی، اکسل این Sn رو در واقع در نظر نمیگیره، میگه این سلولی که در نظر میگیری اون چیزی هست، خروجی هست که میخوای، در واقع اون S بی نهایت هست. از اینجا به بعدش واسه من بنویس. خب که من باید بنویسم پس مساویه این، یعنی A یک تقسیم برای یک منهای Q. خب من اینجا می‌نویسم مساویه آ یک من یعنی جمله اول، یعنی این، نه یعنی اینو بگیرن، یه متنه، این روبرویه، من فقط گذاشتم بدونم که این یکی جمله اول، تقسیم بر پرانتز باز یک منهای قدر نسبت. قدر نسبت منم این سلوله، پس گفتم به اکسل که، حالا پرانتزو میگم، پس گفتم به اکسل که مساویه با جمله اول این سلول تقسیم بر، خب پرانتز باز یک منهای این سلول و پرانتز بسته، اعمال ریاضی انجام و اینتر میزنیم. میبینیم که عدد 40 رو به ما به راحتی اکسل میده و مثل یک نرم افزار راحت به راحتی میتونیم قدر نسبت رو حساب کنیم. حالا این قضیه فرمول نویسی یه فرمول بسیار ساده بود تو اکسل، انشالله توی دورهای بعدی ریاضی که با اسکندریان داریم مطالب بیشتری رو توی اکسل حتما یاد خواهیم گرفت، اهم از کشیدن نمودار، استفاده از فرمولای بیشتر و سنگین تر و مطالب خیلی بیشتری که تو ریاضیات حتما وجود داره و با هم دیگه پیش میره. اما یه فرمول ساده بودش که دوستان میتونن یاد بگیرن و از تجربه این حساب کنن. یه چیز نکته کوچیکی که این وسط هستش، این خوبی رو داره که اگر من جمله اولم یا قدر نسبتم تغییر کنه به راحتی دیگه این فرمول رو نمیخواد بنویسن، این هم عدد به روز میشه. فرض کنین اون توپی که میومدش فاصله 100 متر بوده جمله اولش و قدر نسبت همون نیم باشه، بخاطر همین حد مجموع رو اینجا به راحتی حساب میکنم. من اینجا میمیستم که این حد مجموع بوده. خب فرض کنین قدر نسبت نیم نبوده، 1/10 بوده، اینجا حد مجموع رو داره حساب میکنه دیگه، ما وارد محاسباتش نمیشیم و فقط یک بار فرمول رو نوشتیم که حالا توی مورد ما 20 بود و نیم، درسته؟ خب امیدوارم که مفید واقع شده باشه. حتما این تمرین رو با خودتون انجام بدین و فرمول رو بنویسین و سعی کنین فرمول های دیگری رو هم توی اکسل شروع کنین به نوشتن که از سلول های دیگه استفاده میکنه. حالا فکر میکنم تمرین دیگه هم باشه، به طور مثال این تمرین میتونین از فرمول استفاده کنین و تمرین قبلی و فرمول نوشتن توی اکسل رو یاد بگیرین. مرسی از شما. من بازم تشکر میکنم از آقای کشاورزی که این آموزش رو داد. من فکر میکنم این نرم افزار خیلی مفیده برای بچه‌هایی که میخوان یاد بگیرن و این یه تلنگریه بهشون که بتونن وارد دنیای اکسل و وقتی که اکسل رو یاد بگیرن، بازار کار خیلی زیادی هم تو این زمینه وجود داره که میتونن از اکسل استفاده کنن و خودشون توی کار تقویت کنن، که حالا دوستان از این ساده شروع میکنن و وقتی که حالا وارد دانشگاه شدن میتونن خیلی استفاده کنن واسه حل پروژه هاشون، استفاده از پروژه خودشون توی دانشگاه
و یا تو محیط کار یک مزیت رقابتی خوب باشه. خب این قسمت از ویدیو هم به پایان رسید، امیدوارم برای شما مفید بوده باشه و این به منزله پایان این دوره هستش و امیدوارم استفاده کرده باشید و بتونید دیدتون نسبت به این دنبال تغییر کرده باشه و مثبت باشه و فقط به دید یک درس که نمره بیارتون امتحان بهش نگاه نکنید. خسته نباشید، درس بکنم خدمت شما و خدا نگهدار.